خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در خبرها هست امروز که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس قلابی شورای اسلامی همیهنان گرامی امروز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در سال جدید اولین جلسه‌اش رو برگزار کرده درباره پرداخت یارانها فاز دوم که ایشون و عده زیادی از همکارانش اعتقاد دارن که دولت بدون مجوز و بدون اینکه مجلس شورای اسلامی به اصطلاح این رو تصویب کرده باشه، خودسرانه آقای احمدی نژاد دست به عمل پیاده کردن فاز دوم یارانها زده. آقای علی لاریجانی، سردار علی لاریجانی، امروز در جلسه علنی مجلس شورای قلابی اسلامی گفتن که من چون دیدم که دولت کوچکترین توجهی به این اخطارهای ما نکرده، بنابراین نامه‌ای به رهبری نوشتم و علت مخالفت خودم رو و عده زیادی از نمایندگان قبیله مجلس رو به آگاهی مقام معظم روضه‌خوان بزرگ رسوندم و از ایشون کسب تکلیف کردم. همیهنان گرامی، زمانی که خوشخوشان رژیم با این سوگلیشون آقای احمدی نژاد بود و در یک انتخابات مفتزه و پر از تقلب از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا به حال اینطوری بوده، یک انتخابات، حتی اون رفراندوم اولیه پر از دوز و کلک و دغل و دروغگویی بود، تا به حال که 32 سال از عمر نکبتوار این رژیم میگذره، یک انتخابات واقعی اینو انجام نداره. تمام انتخابات هایی رو که انجام دادن پر از تقلب، پر از دروغگویی، آمارسازی، رأی سازی و صندوق عوض کردن بوده. در تمام این دوران، حتی زمانی که رئیس اصلاحات آقای خاتمی با 24 میلیون رأی انتخاب شد، باز در اونجا تقلب صورت گرفت. تقلب به این شکل که اصلا اون فرم انتخابات که داره در ایران انجام میشه به هیچ وجه شرایط دموکراتیک برای انتخاب نیست. یه عده فسیل در شورای نگهبان از میون 2000 نفر، 3000 نفر، 200 نفر، حالا بستگی داره به مجلس شورا، نمیدونم کاندیدای ریاست جمهوری، اینا از میون اینا 3 نفر، 4 نفر یا 2 نفر رو همونطور که آگاهی دستچین میکنن و بعد به ملت میگن شما اجازه دارید به اینا رأی بدید. اسم اینم گذاشتن انتخابات دموکراتیک، مردم سالاری دینی در ایران. حالا آقای احمدی نژاد بعد از اون حقوق بازی که صورت گرفته، آقای هاشمی رفسنجانی رو که یک از کاندیداها بود کنار گذاشت و آقای شروبی رو کنار گذاشت و از شهرداری تهران ناگهان آمد خودشو کاندیدای ریاست جمهوری کرد، کاندیدایی که به قول رئیس روضه‌خوان‌ها بسیار نظرات مردمی و انقلابی داشت. ایشون گفت من تا قبل از آقای احمدی نژاد هر کدوم از این رؤسای جمهوری که به خارج می‌رفتن، از زمانی که خودم رهبر شدم نگران بودن که نکنه اینا نظرات رژیم رو نتونست نظام رو نمیگفت رژیم نظام رو نتونن اونطوری که باید منعکس بکنن. ولی از زمانی که آقای احمدی نژاد اومده من خیالم راحته. منظور آقای رئیس روضه‌خوان‌ها اینه که نه که
نظام جمهوری اسلامی دلشوره برای نظام دارن، دلشوره برای نظرات خودشون دارن. چون اگر همین آقای رئیس روزخانه یه روز قرار بشه بین نظام و خودش و موجودیت خودش، ابقاء خودش تصمیم گیری بکنه، خودش رو انتخاب میکنه نه نظام رو. برای او اصلا این مسائل مهم نیست. نظام جمهوری اسلامی میبینید که از زمانی که علی خامنه‌ای مستقر شده در رهبری جمهوری اسلامی، تمام اون کسانی که یه زمان دورور خمینی بودن و از پایه‌گذاران به اصطلاح انقلاب اسلامی بودن، همه رو این آقا از کارا برکنار کرده، یا زندانشون کرده، یا خانه نشونشون کرده، و یا دق داده کشتتشون. نگاه کنید از اون اول، بعد از منتظری، بعد از نمیدونم ثانعی، بعد از کروبی، موسوی، خوینی ها، همه اینا که یک زمان از کسانی بودن که محبوب خمینی بودن، الان دستشون از قدرت کوتاه شده و برکنارن، یا زندانن، یا خانه نشین، یا فراری، یا مردن. چرا؟ برای اینکه ایشون اعتقاد داره اون نسل گذشته که دورور خمینی بودن، اینا همیشه طلبکارن و ایشون از نسلی داره استفاده میکنه که یک عده آدمای بدون شناسنامه وسط کار به قول ایشون سوار قایق انقلاب شدن و نوکر آقای علی خامنه‌ای هستن، از جمله آقای مصباح یزدی که موقعی که ایشون رفت به ملاقاتش در منزلش در قم، این مردک مجیزگو افتاد رو پاهای علی خامنه‌ای و شروع کرد پای او رو بوسیدن. اون اینو میخواد. علی خامنه‌ای یه عده نوکر میخواد، یه عده چاکر میخواد، یه عده آدمایی رو میخواد که فقط بگن مقام معظم رهبری اینو گفته. و آقایون خیال کردن که انقلاب اسلامی که مورد کپی برداری اکثر کشورهای جهان سوم و اسلامی هست، برای این به وجود اومده که مقام معظم روزخان بزرگ اون بالا قرار بگیره. همه نیروهای مملکت نگاه کنید، سردار جعفریه، اون یکی رو نگاه کنید، رحیم صفوی، چاکرا نگاه کنید، اینا چاکرا قیافه ها رو ببینید، دیدین هر جا که عبور میکنه همه دستشون رو میذارن به سینه شون، تعظیم میکنن به آقای رئیس روزخانه و احترامات به جا میارن. همه مجسانن دور شیرینی. ایشون الان در قدرت، همونطور که آقای صدام بود، همونطور که قذافی بود، همونطور که الان بشار اسده، همونطور که مبارک بود، بن علی بود، عبدالله صالح بود، همه اینا نوکر قدرتن. نگاه کنید، آقا میخنده همه میخندن، اخ میکنه همه اخ میکنن، و هر چی هم میگه همه آویزه گوششون میکنن، برای اینکه نوکر آقا، نوکر مردم نیستن که. بله، حالا آقا خیال کرد که مقام معظم رهبر کبیر انقلاب و بقیه دوروری های ایشون و ملت مسلمان ایران به قول ایشون قیام کردن که مملکت خلاصه بشه در وجود آقای علی خامنه‌ای روزخان سابق. حالا آقای سردار علی لاریجانی، رئیس طویله مجلس شورای اسلامی، میگه من از بیقانونی هایی که احمدی نژاد تا به حال انجام داده هیچی، ولی در مورد فاز دوم یارانه ها نامه نوشتم به مقام رهبری و از ایشون کسب تکلیف کردم. آقای رئیس قوه قضاییه، برادر همین سردار لاریجانی، میگه در قوه قضاییه ما قوانینی داریم که طبق این قوانین رفتار میکنیم و در هر کجا که این قوانین لنگ باشه، کسری داشته باشه، مقام معظم رهبری ازشون سوال میکنیم.
احمدی نژاد به هیئت دولت به دلیل دوروریای احمدی نژاد به دلیل اینی که وقتی که علی خامنه‌ای بهشون تشر میزد و به اینا مثل نوکر رفتار میکرد که هستن و گفت تو غلط کردی که حیدر مستعی رو از کار برکنار کردی، ایشون به عنوان این که آقا منم یه کاری هستم، خودت اومدی گفتی ایشون رئیس جمهور منتخب مردمه، خودت آمدی گفتی با 27 میلیون این حلاوت و شیرینی رو به ملت ایران داده این مردک دلغک و انتخاب شده، خودت گفتی اینا رو. خب این حالا میگه اگه من 27 میلیون رأی آوردم، خب پس بنابراین من اجازه ندارم یه وزیر عوض کنم. بعدم آقای رئیس روزخانه ها میگه من قرار ندارم در کارهای مملکتی دخالت کنم مگر اینی که شرعاً وظیفه داشته باشم در یک مورد دخالت کنم. شرعاً در یک مورد دخالت کنم یعنی در همه امور. حتی احمدی نژاد دلغکم نتونست این آقا رو تحمل کنه، 11 روز به عنوان اعتراض رفت خونه. اما این آقای لاریجانی، سردار لاریجانی، همین چندی قبل گفت آقای احمدی نژاد 47 مسببه قانونی مجلس رو بهش اهمیت نداده و اجرا نکرده و خودش هم گفته دولت تشخیص داده که با عمل به این قوانین کار مملکت لنگ میمونه. راحت‌تر از این میخواد؟ همین آقای دلغک احمدی نژاد در ابتدایی که روی کار بود، که اون موقع خوشخوشان آقایون بود با این رهبر، همه جا ایشون رو تایید میکرد، گل سرسبد مملکت شده بود، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و رئیس نمیدون، همه در اطاعت امر آقای احمدی نژاد بعد از مقام روزخانه بزرگ مسابقه گذاشته بودن. دلم میخواست این فیلمشو داشتیم الان، چون من همینطوری فلبدهای به این مسائل شارم. احمدی نژاد مثلا 3 سال قبل موقعی که وارد مجلس میشد، دلم میخواست این فیلمو میدیدید چجوری مسابقه میذاشتن در ماچ کردن بوسیدن آقای احمدی نژاد در مجلس طویله شورای اسلامی. در همون مجلس شورای اسلامی همین وکلای مجلس قلابی میگفتن که احمدی نژاد چایی که میخوره تو رو به خدا مملکت رو ببینید، مسابقه است سر اینی که تعمونده چایی آقای احمدی نژاد و این وکلای ملت وکلای ملت بنوشن. همون موقع یه عده از کارشناسان اقتصادی اون مملکت که سرشون به تنشون میارزید ولی در قدرت نبودن، در بین این چپاولگران نبودن ولی مغزهای اقتصادی اون مملکت بودن، آمدن و شروع کردن مقاله نوشتن که این سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد مملکت رو به طرف ورشکستگی می‌بره و اصولاً سیاست‌های امروز به فردای اقتصادی دولت در این شرایط حساس منطقه‌ای و تحریم‌هایی که داره شروع میشه، اون موقع تازه شروع می‌شد، مملکت رو به ورشکستگی کامل می‌رسونه. همون زمان از اون موقع آقای حداد عادل رئیس طویله مجلس بود و همین آقای لاریجانی و دیگران همه تایید آقای احمدی نژاد جزء برنامه‌های اولیه‌شون بود، چون مقام معظم روزخانه بزرگ به ایشون نظر محبت و لطف داشتن. حالا گور پدر اقتصاد اون مملکت، بیکار شدن کارگران، مهم نیست، این اقتصاددان ها بارها آمدن گفتن آقا شما طبق ماده نمیدونم 144 واگذاری اموال دولتی به شرکت های خصوصی دارین از این دست از دولت میگیرید دوباره از این دست میدید به دولت. سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی یا دستگاه های وابسته به اینا در مناقصه های که نه، در یه شرایط نامساوی میان و این کارخانجات رو میخرن، حتی اینقدر رحم ندارن که این کارخانجات رو به سوددهی برسونن، بلافاصله کارخانه رو تعطیل میکنن، دستگاه ها رو میفروشن و زمین کارخانه رو تکه تکه میکنن
و 5 برابر 6 برابر 100 برابر میفروشن و کارگران بیکار میکنن و هزاران کارگر شریف میهن ما بیکار شدن. اون موقع میگفتن این کارشناسان اقتصادی، ولی همین آقایون، همین رئیس قلابی مجلس سردار لاریجانی و آقای حداد عادل و بقیه، شورای نگهبان اون مردک جنتی جانی و بقیه، هیچ کدوم نمیشنیدن. مقام معظم رهبری آقای احمدی نژاد رو تایید میکنه، شما چی میگی؟ و احمدی نژاد اومد گفت یه عده عقده‌ای، این گفتشه، یه عده عقده‌ای بی اطلاع ناآگاه به اسم کارشناسان اقتصادی هی شروع کردن این ور اون ور ریز ریز انتقاد کردن. ولی من اینا رو آوردم در یک جلسه، اینا احمدی نژاد گفت، نشوندم دلایل خودمون رو برای اینا گفتم و همشون ساکت شدن و تایید کردن، در حالی که بعدن در گوش و کنار، چون اجازه نمیدن اینا حرفاشون رو بزنن، در مملکت آقا امام زمان همیشه راه یه طرف است، به قول آلمانی ها این بان اشراس است، یعنی یه طرفه، یکی میشین اون بالا یه چیز هم میزنن زیر پاش، بقیه ملت هم مثل گوسفند، اونایی که دوره برشن ها، نه مردم، مردم که آقا اون شستشو مغزی ها، اون گوسفند ها میشینن، اون آقا میشینه اون بالا راجب همه مسائل جهان و سیاست اقتصادی و اجتماعی و نمیدونم فرهنگی و همه چه اظهار نظر میکنه و بقیه گوش میکنن و کسی جرئت نداره سوال کنه. سوال یعنی چی؟ مگه گوسفندا از شبانشون سوال میکنن؟ بعدم هیئت دولت، نماینده های مجلس، نماینده مجلس خبرگان، همین مسخره‌بازی ها، اینا همه تابع مجلس خبرگان رهبری، طبق قانون اساسی برای این به وجود اومده که کارهای رهبر رو مورد مطالعه قرار بده، تفحص قرار بده و راجع به کارهای رهبر اظهار نظر بکنه و اگر کار خلافی انجام شد تا اون مرحله میتونه پیش بره که رهبر رو خلع بکنه. ایشون اصلا اونا رو آدم حساب نمیکنه، در مجلس خبرگان شرکت نمیکنه، اینا رو به حضور میپذیره، تازه دستورالعمل براشون صادر میکنه که شما باید چه کارایی بکنید. چه بعدم گفته مجلس خبرگان اجازه نداره تو کارهای رهبر، هر کاری که رهبر میخواد بکنه دخالت کنه. اونا وظیفه دارن سالی یه مرتبه یه جلسه بذارن و بگن مقام معظم رهبری هر چی فرمودن اطاعت میکنیم. علی خامنه ای نمیخواد، تو رو به خدا ببینی چی شده اون مملکت. اینایی که عمری میگفتن استبدادهای سلطنتی، 2500 سال استبداد سلطنتی، خب این کسانی که ملجأ مردم مظلوم بودن به اصطلاح خودشون، ببینید چه آرتیسایی بودن، هر کس هر جا مورد ظلم قرار می گرفت می رفت خانه علما می شست بس می شست، یا می رفت حرم حضرت عبدالعظیم، حضرت امام حضرت معصومه، می رفت اونجا بس می شست، یا امام رضا، یادتونی که داستانم ساختن زامن آهو، یا آهوی رو می‌خواستن بکشن رفته تو حرم امام رضا و نمیدونم ایشون یا نه قبل از اینکه ایشون فوت بکنه زامن آهو شده، حالا نمیدونم داستانش چه میدونم چیه، من این داستان رو بلد نیستم. اینا اینطوری 1400 سال دروغ گفتن به مردم ما و دنبال قدرت بودن، چیزی که شادروان بختیار گفت این آقایون 1400 سال دنبال قدرت دویدن، از یک آخوند، از مرزهای متحجر. شما نباید توقع بست آزادی و دموکراسی رو داشته باشید. این شادروان بختیار با صدای بلند گفت، در کنفرانس های مطبوعاتیش گفت، در داخل ایران گفت، زمانی که شعور شعار به جای شعور قرار گرفته بود و میلیون ها نفر تو خیابون جمهوری اسلامی رو طلب میکردن، بختیار میگفت، میگفت اینا قدرت میخوان، حالا چون قدرت میخوان من براشون واتیکان درست میکنم در قم،
یادمون رفته همین یعنی. حالا میندازیم گردن آقای جیمی کارتر و نمیدونم فلان، یه مقدار اینا تاثیر داشت البته، ولی یادمون رفته که از میدان فوزیه تا میدان آزادی تو خیابونا همه فریاد میکشیدیم. بختیار میگفت اجازه بدید وزرای من بیان توی وزارت خونه ها، بذاری یه چند روزی بگذره کارنامه اینا رو بسنجید. کسی گوش نمیکرد. بختیار نوکر بی اختیار، وزرای بختیار رو کتک میزدن، فحش میدادن، از وزارت خونه ها بیرون راه نمیدادن. یادتون رفته؟ حالا به هر کی میگه آه این سیاست خارجی بود، بی بی سی بود، گوادالوپ بود، کارتر بود، شما چی بودی؟ شما چی بودی؟ خب این زمان این آقای حخام که همین حرفا پیش اومد. حالا گفتین خمینی اون جادوگر بزرگ نمیدونم فلان فلان، خب این چند سال پیش دوباره همین حخام همین کارا رو کرد. یادتون رفته؟ خب من با 60 تا هواپیما میخوام برم فرودگاه مهرآباد در میدان آزادی جشن آزادی رو بگیریم. یکی نپرسید از ایشون. من تو آلمان بودم حیرت میکردم از این حرفا که میشنیدم. میومد چشاشو هم میذاشت، یه نفر از یادم از شیکاگو زنگ زد که آقای حخا لطفا دعا کنید من مادرم مریضه، اول مادر منو دعا کنید شفا پیدا کنه و بعد دعا کنید که ما هرچه زودتر همطور که شما قول دادید بریم ایران. و آقای حخا جلوی دوربین چشاشو بست. اینا رو همه تو شنیدین. یه عده زیادی میگفتن آقا شاید هم رفت، ولی نیومدیم ما بگیم آقا آخه 60 تا هواپیما، نه یه دونه هواپیما وقت که میخواد از اروپا بره ایران از آسمان 3 تا کشور که عبور میکنه باید مجوز بگیره. خانم مرکل صدر اعظم آلمان میخواست بلند شه بره یک کشوری از آسمان ایران اجازه عبور بهش ندادن و بعد معذرت خواهی خواستن و نمیدونم اجازه دادن. هیچ کس نپرسید آخه 50 تا هواپیما رو این آقا چجوری میبره. حالا خمینی گول زد شما رو، کارتر و بی بی سی و گوادالوپ و اینا بودن، آقای حخام شما رو گول زد. زمان آقای حخام بی بی سی بود، زمان آقای حخام نمیدونم کارتر بود، گوادالوپ بود. چرا ما مشکلات خودمون رو همش به سیاست‌های خارجی وصل می‌کنیم؟ دیشب در برنامه‌ام گفتم چقدر خوب شد این کوروش بزرگ انتخاب شد در این رأی‌گیری بی بی سی، هرچند که اون نماینده همه مردم نبود. کاری که بی بی سی کرد، مردم ایران شرکت، یه عده به خصوص کسایی که بی بی سی رو نگاه می‌کردن، شش تا شخصیت معروف ایران رو گذاشتن، گفتن یکی از اینا رو به عنوان اولین شخصیت انتخاب کنید. من حیرت کرده بودم تمام این آدمای سوپر دموکرات تا اسم مصدق رو دیده بودن همه جوش آورده بودن. و یکی دو جا شنیدم که میگفتن اصلا بی بی سی رو نباید گوش کرد. خدا رو شکر آقای کوروش انتخاب شد که من خودم هم بهشون رأی دادم و این سر و صدا خوابید، وگرنه اگر مصدق انتخاب شده بود که تمام ماهای آینده ما درگیر این مسائل بودیم و این سوپر دموکرات ها شروع میکردن فحاشی. ما اینطوری هستیم وقتی قدرت دستمونه میگیم بقیه خفه. حالا این آدم میخواد خمینی باشه، میخواد سلطنت طلب باشه، میخواد کمونیست باشه یا ملی، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. حالا چون اینجا اکثریت با سلطنت طلب هاست، بنابراین همه باید این عوامر رو گوش کنن. میبینید شب و روز به میلیون ایران به مصدق پشت میدن، اما یکی که میخواد جواب بده همه میریزن سرش. آقا اجازه بدین در این خارج از کشور با نظرات مختلف کنار هم دیگه زندگی کنیم. بذارید ما در این شرایط راهمون رو پیدا بکنیم برای مبارزه با رژیم. میلیون ها ایرانی در خارج از کشور هستن با ثروت های افسانه ای. مردم ما در فقر کامل، دخترامون تن فروشی میکنن، کارگرامون بیکارن، زندانین، در حال اعتصابن یا کارخانجاتشون خابیده. هیچ کس از این میلیارد ها دلار پول
حاضر نیست کوچکترین کمکی به خانواده زندانیان، خانواده کارگران، دانشجویانی که الان در کشورهای مختلف آوارن، روزنامه نگاران فراری، هیچ کس این کارها رو نمیکنه. ولی تو لاس وگاس 1,000,000-2,000,000 میریم میبازیم. حاضریم برای یه کنسرت که واجبم هست، نه که نه، $100 بابت یه بلیتش بدیم، ولی حاضر نیستیم برای کمک به یک رادیو سیاسی یا تلویزیون سیاسی دست و جیبمون بکنیم. اینا هیچی، آگهی بدیم. من قول میدم به شما، به شما قول میدم، اگر در تلویزیون پارس یه روز قرار بشه هنرمندان، فرق نمیکنه، خوانندگان، هنرپیشه‌های سینما، تئاتر، نقاشان، حالا فرق نمیکنه، دعوت بکنن که بیان شما در اینجا حضور پیدا کنید به عنوان پشتیبان تلویزیون پارس، فقط یه عده معدودی که ما میشناسیم میان، بقیه نمیان. ولی همینا اگر قرار یک تلویزیون سازوزن ضربی اونا رو دعوت بکنه، اکثریت تمامشون تمام میرن اونجا، از دست اون رژیم فرار کردن، آمدن بیرون و در اینجا خدا رو شکر زندگی خوبی هم درست کردن. ولی همینا که از دست اون رژیم فرار کردن میگن آقا ما سیاسی نیستیم، ما آگهی نمیدیم به روزنامه های سیاسی، مجلات سیاسی، رادیوهای سیاسی و تلویزیون های سیاسی. این چی آخه؟ این به معنی چیه؟ همینانو نگرام. فقط این فشارا روی عده آدم معدوده، آدمایی که زیاد پولم ندارن، و همیشه اینا بودن که جور بقیه رو میکشیدن. ثروتمندانمونم که میمیرن، حالا اگه بچه هم ندارن، ثروتشون رو میبخشن به دانشگاه ها و بیمارستان ها، که کار خوبیه در آمریکا، کانادا، استرالیا اینا، ولی یه نهاد فرهنگی برای دانشجوهای ایرانی به وجود نمیارن، خیلی کم. چمونه ما؟ همینو چمون شده؟ چرا اینطوری شدی؟ من یه دفعه در این تلویزیون گفتم ما با وسایلی که کار میکنیم، این وسایل مربوط به 30 سال پیشه، این دوربینی که الان من با شما صحبت میکنم فوکوس نیست، این نورهای ما درست نیست، این کامپیوترها و نمیدونم اینترنت و همه وسایل ما قدیمیه، 20 سال گذشته ازش، باید ریخت دور. گفتم آقا پول ندی، یکی بیاد بگه آقا من پول آنتن این تلویزیون پارس میدم، یه سال پولی نمیشه که، ما $40,000 $35,000. یکی بیاد بگه آقا من دوربین میخرم به اسم من، بنویسین اسم من، مثلا حسین، اسم خود بنده که کاش این اسمو نداشتم، بذاریم رو این دوربین، هر کی بیاد ببینه آقا این دوربین به اسم مثلا داریوش. این کارم نمی کنیم همینانو گرام. عباس پهلوان این مجله فردوسی رو میده بیرون با زحمت، با خون دل، من ممکنه با خیلی نظراتش مخالف باشم، خودش و عسل دخترش خون دل میخورن، عسل زندگیشو گذاشته روی این مجله، بهترین مطالب رو می نویسن، بهترین نویسندگان. این تیراژش الان باید بالای 200,000 تا باشه. نه همینانو نگه، فقط نشستیم، نه از رژیم جمهوری اسلامی، از خودمون مرتب انتقاد، فحاشی و چوب لای چرخ گذاشتن مرتب. گفتم خدا رو شکر که کوروش انتخاب شد. ببینید ما هنوز نرسیدیم به اون جایی که تفاهم داشته باشیم با هم دیگه، بپذیریم که این آدما در تاریخ ایران نقش داشتن. حالا هر کس، محمد رضا شاه پهلوی، رضا شاه پهلوی، نادر شاه، مصدق، قوام سلطنه، همه اینا جایگاه خودشون دارن، چه درست و چه غلط. برای همینه جمهوری اسلامی 32 سال تو مملکت ما جا خوش کرده. همینانو گرامی،
تا با اونا صحبت کنی میگه آقا اینا اینقدر خودشون تو سرکول همدیگه دارن میزنن که ما برای چیه؟ یعنی چی؟ این همه آقایون اصلاحاتچی آمدن بیرون، یک دونه از اینا راجع به سال 67 و راجع به فعالیت‌های اتمی ایران افشاگری نکردن، یک نفرشون. نمیگن این فعالیت‌ها در جهت اتمی کردن ایرانه، میخوام بمب اتم درست کنم، نمیگن، هیچی نمیگن. تازه آقای حسین موسویان، کسی که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان در زمانش بیشترین جنایت ها اتفاق افتاد، میکنوس اتفاق افتاد، فریدون فرخزاد نازنین رو کشتن و ده ها فعال سیاسی رو، ایشون تو اون لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در آلمان سفیرش بود، با اون ریش هم گذاشته بود، میشست اظهار نظر میکرد که بله ما خودمونم ناراحتیم از این که شهروندان ایرانی کشته میشه، حاضریم با پلیس آلمان همکاری کنیم. حالا همون کسانی که آدم ها رو کشته بودن توی سفارت بودن. حالا ایشون به عنوان استاد میهمان در پرینستون آمریکا در دانشگاه درس میده، حالا تازه راه چاه هم درست کرده، پیشنهاد داده که چی کار بکنیم با جمهوری اسلامی سر مسائل اتمی، دعوا نکنیم، از راه مذاکره به نتیجه برسیم. آقای مهاجرانی، آقای کدیور، آقای گنجی، همشون هیچی راجب سال 67، چرا گنجی چرا راجب 67 موضع گیری کرده، سازگارام کرده، باید خوب گفت، ولی راجب مسائل اتمی ایران هیچ کدوم حرف نمیزنن. یه دفعه نیومدن به ما بگن که آها بالاخره اینا فعالیت‌های اتمی نظامی دارن یا نه، خیال مردم ما رو راحت کنه، ما خودمون حداقل نمیگن، هیچی نمیگن، کلی گویی. آقای خاتمی ترسیده بلند شده رفته تو انتخابات رأی داده، این پیکنت وابسته به حزب توده رو، من میخونم خندم میگیره، وقتی نامه مادر سهراب اعرابی رو چاپ کرده و اینو دلیل گرفته که کار آقای خاتمی درست بوده. کسی که تبلیغ میکرد میگفت عدم شرکت ما در انتخابات نشانی رشد فکری ماست، حالا چون آقای خاتمی رأی داده اومده داره مالکشی میکنه. نمیگیم اشتباه کردیم، نمیگیم، همین الان میگم حیرت آوره برای من. آقای سردار جزائری ببینید چی گفته، حرفای خطرناکی نمیزنن، گفته که در سوریه دولت سوریه باید همه این نیروهایی که دارن بر علیه بشار اسد میجنگن گوشمالی سخت بده. براتون میخونم، میگه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه از قول مسعود جزائری نوشت ارتجاع عرب و سایر کشورهایی که در ناآرامی‌های سوریه نقش داشتند باید تنبیه شوند و با آنها گوشمالی شدید داده شوند. بعدم اون یکی آقای بروجردی رئیس کمیسیون خارجی قبیله مجلس شورای اسلامی گفته که این کشورهای خلیج فارس، حوزه جنوبی خلیج فارس که خانم کلینتون پریروز رفته اونجا و گفته برای اینکه اینا در آسایش فکری باشن و از ترس رژیم جمهوری اسلامی این مشکلات براشون پیش نیاد، ما سپر دفاعی برای اینا درست. ببینید چی گفته طرف، علنا تهدید کرده این کشورها رو. بله، یک دون از این کشورهای اطراف ما عمیانان گرام. سامان جا من نمیدونم که آمادگی داریم ما برای صحبت جان؟ اوکی. یک دون از این کشورهای اطراف ما عمیانان گرام، من براتون یکی یکی اینا رو بارها گفتم بازم میگم، ترکیه الان در جبهه 100% مخالف جمهوری اسلامی، اگر اونجایی هم که از جمهوری اسلامی دفاع میکنه به خاطر مسائل مالی و اقتصادی، چون ترک‌ها با دقت و هوشیاری کامل
از شرایطی که در منطقه هست دارن سود مالی میبرن در تمام کشورها، چه عربی چه مسلمان چه نمیدونم کشورهای دیگه. این مال ترکیه. آذربایجان علنا دارن میگن که اسرائیل یک جاپای محکم در آذربایجان به وجود آورده، با کارهایی که جمهوری اسلامی داره در اونجا میکنه، تقویت نیروهای افراطی مسلمان در آذربایجان و سیاست سرکوب این نیروهای افراطی که مورد تایید هم است کشورهای غربی. یه خورده بیایم این ورتر، کشورهای خلیج فارس تمامشون از دم، عمان، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، یمن، این ور نمیدونم اردن، حالا مصر که اینا میگفتن کپی برداری از انقلاب ایرانه. بیاییم ببینین اخوان المسلمین و سلفی ها در مصر چی میگن راجع جمهوری اسلامی. یعنی یه جبهه کاملا ضد ایرانی و ضد جمهوری اسلامی، چون اینجا پای ایران هم هست، داره در این کشورها تشکیل میشه. نه تنها کپی برداری از انقلاب ایران نیست، بلکه دقیقا دشمنی با جمهوری اسلامیه که در نهایت دشمنی با مردم ماست، منافع ملی ما از بین میره. پاکستان، افغانستان، هر کدوم اینا رو ببینید، سپر موشکی در ترکیه، حالا در خلیج فارس، در آذربایجان، همه جا منافع ملی ایران داره پایمال میشه و جمهوری اسلامی در تنگنای بیشتر قرار میگیره. گفتگو میکنم با آقای ایرج مصداقی همیهنان گرامی. آقای مصداقی نازنین، درود بر شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز تلویزیون پارس. آقای مصداقی عزیز، ما هفته گذشته که با شما صحبت می‌کردم، من قرار بر این شد که در مورد این جنایتکارانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی دست به شکنجه زدن، در دادگاه‌ها هم به عنوان بازجو هم دادستان و هم رئیس دادگاه فعالیت کردند و طوری که بازجوها بعضی وقتا در بازجویی از زندانیان سیاسی توی زندان مقدار محکومیت کسانی که ازشون بازجویی میکنن علنا میگن مثلا تو بری تو دادگاه 20 سال جریمه محکومت میکنن، یا 10 سال یا 15 سال. میخواستم راجع به این مسائل شما صحبت بکنید، چرا اینطوری شده؟ بله، ببینید نظام جمهوری اسلامی در واقع شالودش بر سرکوب، بر جنایت و بر شقاوت، و در این رابطه اصولا ما چیزی به عنوان قوه قضاییه یا دستگاه عدالت ما در ایران نداریم، بلکه در هر دوره‌ای که شما نگاه بکنید این شرایط بوده که در واقع احکام رو توجیه می‌کرده. برای مثال من خدمت شما عرض کنم، ببینید کسانی بودن در قبل از 30 خرداد یک، حالا طبق همه قوانین جمهوری اسلامی مرتکب یک سری از قول اینها جرائمی شده بوده، خب اینا مثلا 6 ماه حکم می‌گرفتن، ولی بعد از 30 خرداد همین 6 ماه حتی به اعدام هم منجر شد. یا ملاحظه میکنیم تو همون سالها بعضی موقع کسی مثلا به جرم اینکه مثلا چسب ریخته توی نمیدونم قفل مغازه یه حزب‌اللهی به عنوان عملیات محارب اعدامش میکردن، منطقه در یه سالهای دیگه نه همه کار رو نمی کردن. ما احکامی بود در سالهای 65-66 در زندانها افراد به اون اتهام به عنوان 3 سال 2 سال 4 سال زندان محکوم می شدن. درست بعد از سال 67 همین احکام تبدیل شد به اعدام، یعنی افرادی که میتونستن اگه قبلا دادگاه رفته بودن یا به خاطر همون جرم یا مشابه همون قبلا دادگاه رفته بودن 2 سال 3 سال خوش میگرفتن، تبدیل شد به اعدام و اعدام میکردن. ببینید بنابراین در این نظام اساسا چیزی به عنوان عدالت یا حکم قضایی وجود نداره، بلکه شرایط تعیین میکنه و بعد دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این خط رو میده و بعد اینها تصمیم میگیرن. شما ملاحظه بکنید همین خاطرات رفسنجانی رو شما ملاحظه کنید، بعد از کشتار سال 67 میگه در مهر ماه خمینی پرونده کسانی که زنده مونده بودن رو، یعنی از کشتار سال 67 بیرون اومده بودن رو، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام داد. شما نگاه کنید یک عده زندانی هستند بر اساس قوانین نظام حکم گرفتن، اینا در زندان داشتن حکمشون رو سپری میکردن، بخش زیادش حتی احکامشون تموم شده بوده، اینها رو قتل عام کردن، حالا یک تعدادی زنده موندن.
در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن آقایون تصمیم بگیرن با این باقی مانده چه کار کنیم. میگه حکام شرع اوین اعتقاد داشتن این بقیه هم بکشید. دستگاه اطلاعاتی امنیتی نظرشون این بود که این تعداد دیگه بس کنیم و شرایط رو به قبل از قضایا، منظورش قبل از قتل عام زندانیان سیاسی هست، برگردونید. خب شما ملاحظه کنید، پس بنابراین در اینجا چیزی به عنوان جرم، چیزی به عنوان اتهام، چیزی به عنوان قانون وجود نداره، بلکه عده‌ای نشستن بر اساس مصلحت نظام میگن اینا رو بقیه‌شون هم که 4 تا باقی موندن بکشین یا نکشین. وزارت اطلاعات چون دیدش بازتر میگه آقا بالاخره باید نشون خارجی 4 نفرم بدین دیگه، بگین تو این وسط 4 نفرم با زندانی داریم، نمیشه همه رو بکشین که ما همه رو، ما بخش اعظم رو کشتیم، خب یه سری بعد ویترین نگه داریم. خب کارش انقدر عقل و شعور نداشتن که خب بالاخره بعدش چی ما می‌خوایم بگیم. ببینید بنابراین میگه اوضاع به قبل از قضایا برگرده. پس ما تو جمهوری اسلامی چیزی به عنوان قانون نداریم، هیچ موقع نداشتیم، و در این بیقانونی، این رو میخوام عرض کنم خدمتتون، در این بیقانونی که همه شاهد و ناظرش هست، مثلا میخوام بگم آقایون همه شرکت داشتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، اون موقع نگاه کنید آقای رفسنجانی تنها که نبوده که اونجا، آقای تصمیم گیر بودن، خامنه ای بوده، آقای مهندس موسوی بوده، آقای خوئینی ها بوده، اینا همه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن همون موقع، موسوی اردبیلی بودن. ببینید بنابراین پس میشه یا بکشین یا نکشین، حالا یه حال بحث دیگه مثلا تصمیم گرفتن. اینه که اون موقع در زمانهای دیگه هم بازجوها دستگاه اطلاعاتی امنیتی تعیین کننده بود، اونا از قبل میگفتن الان تو چه حدی ما باید حکم بدیم، و بعد خب نظام تصمیم میگیره و اینا حکم نده. شما اگر بابام خاطرات رفسنجانی رو بخونید از سال 60، اونجا میگه آقای مثلا مهدوی کنی اومد، ایشون نظرش این بود که یه خورده مثلا کوتاه بیاییم، ولی ما نظرمون بود که نه، بایستی مثلا اینها رو مجازات کرد و احکام سنگین داد. خب شما ملاحظه بکنید، پس بنابراین آقای مهدوی کنی در اون دوران وزیر کشور بوده و رفسنجانی رئیس مجلس، چه ربطی داره به تصمیم گیری در ارتباط با یک سری زندانی و افراد دستگیر شده؟ و بعد ادعا میکنن که در ایران تفکیک قوا وجود داره، یا دادگستری مستقل یا دستگاه قضایی مستقل، که اساسا از روز اولی که نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده ما چیزی به عنوان اصلا دستگاه قضایی یا عدالت خونه یا اینها نداشتیم، و خب یک سری باندهای جنایتکاران که از کشور ما حاکم بودن بر اساس مصلحتشون یه موقع میگفتن بکشید، یه موقع میگفتن نکشید، و در اون موقع هم به این شکل بود. وقتی که میخواستن تو دادگاه شرکت بکنید، ببینید بعضی از دادگاه ها در سال 60 در سالهای دهه 60 در دهداری تشکیل میشد، یعنی بازجو میومد همراه با حاکم شهر تو بهداری، تو اتاقی که بستری بودن، به خاطر اینکه انقدر شکنجه بود افراد نمیتونن حرکت کنن، که تو اونجا یا دستگاه دیالیز بهشون وصل بود یا انقدر کارب خورده بودن که پاها اسکینگراف شده بود یا بدنها مجروح بود، خب میومدن همه رو میگفتن کلتون میکنید زیر پتو، 4 نفر 5 نفر که توی اتاق بودن کلشون میکنن زیر پتو، اسم فرد رو میخوندن، اون کلشون میکرد از پتو بیرون، دادگاه اونجا تشکیل میشد، حاکم شهر هست، بعد کنارش هم بازجو، برای اینا میخوندن و بعد از همونجا میبردن فرد رو اعدام میکردن، یا حتی تو شعبه دادگاه برگزار میشد در مهمان شهر. بنابراین این اتفاقی بود که اون موقع میفتن. خب جنایتکاران و آدم های بسیار زیادی بودن، خب من چون سالهای بعد هم باشون درگیر بودم، مثلا پیشوا رئیس شعبه 1 بود در سالهای اولیه دهه 60، معروف بود پیشوایی اهل مشهده، ولی اسم اصلیش عیسی مهرریزیه، ایشون رئیس شعبه بود، شکنجه‌گر، بی‌رحم، و بعدها هم رئیس زندان اوین شد، یعنی بعد از کشتار سال 67 پیشوا رئیس زندان اوین شد. لاجوردی که دوباره اومد به قدرت رسید اینو کرد رئیس زندان اوین، یکی از نزدیکان لاجوردی. ایشون پسر بزرگ همین عیسی مهرریزی رئیس زندان قصر بود. نکته جالب اینه بگم که اسم پسرش مجتبی قاسمی بود. ببینید اینا هر کدومشون چند تا حتی شناسنامه دارن، در جاهای مختلف با اسامی مختلف میان، به
ببینید عیسی مهریزی اسم اصلیشه، در زندان با عنوان پیشوا مسئول شعبه بود و بعد رئیس زندان. پسرش با نام مجتبی قاسمی رئیس زندان قصر بود. ببینید بنابراین اینها در واقع هر اسمی که ما میشناسم یا خیلی از ماها میشناسیم ممکنه در جامعه با اونه، یا اگر ملاحظه کنید مسعود صدر الاسلام. ببینید ایشون یکی از کسانیه که در سیستم حزب الله را انداختن در لبنان، در لبنان شبکه پول رسانی حزب الله رو تأسیس کردن با حجت الاسلام رمضانی که بهش میگفتن اونجا در دوش به دوش هم بودن این دو نفر. و من یه مقاله راجع به همیشون نوشتم، مسعود صدرالاسلام، که اسم اصلیش تها طاهریه. ولی نکته جالب اینه ایشون اسم اصلیش تها طاهریه، تو لبنان یه اسم دیگه داشت. ایشون شد مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، مطمئن نه با اسم تها طاهری، با اسم مسئول صدرالاسلام. ایشون وقتی که شد رئیس دخانیات، این بار با اسم خودش بود، که همون فرد سابقه، همون مسئول صدرالاسلام که اون همه جنایات رو، ببینید پاش تو قتل‌های زنجیره‌ای هست، در سرکوب دانشگاه جنبش 18 تیر هست و جنایات بسیار زیادی رو هم مرتکب شده. خب خیلی همین آقای لوینسون، آقای مستاقی، آقای رو بوده شد. آقای مستاقی ببخشید، من اتفاقا در همین ارتباط یه سوال دیگه دارم. ببینید ما شاهدیم که به قول شما اینا هر کدومشون به عنوان شکنجهگر، تیر خلاصدن، رئیس زندان، نمیدونم دادستان، اینا این خوشخدمتیاری کردن. بعد از یه مدتی به عنوان مثلا رئیس نیروی انتظامی مثل احمدی مقدم، مثل سردار قالیباف، مثل طلایی یا اینا، بعد از یه مدتی اینا رو در یک مکانی میذارن که از فراموش بشن، تقریبا از سر و صدا راجع به اینا بیفته. بعد اینا رو میارن به عنوان نماینده مجلس، فرماندار، استاندار، حتی سفیر، کاردار میفرستن اینور اونور و تو انجمن شهر، که نمونه های خیلی زیاد شد. راجع به اینا هم خواهش میکنم اگر نمونه هایی دارید بعدا ذکر کنید. بله بفرمایید. بله بله حتما. ببینید از همینه، اینها با یک اسم که نیستن، اینها با اسامی مختلف در جاهای مختلف. ببینید مسعود صدرالاسلام، من مقاله نوشتم، ایشون دست داشته در ربودن همین رابرت لوینسون که امریکایی‌ها اینقدر دنبالشن و گفتن هر کسی راجع به این اطلاعات داره نه چند میلیون دلار پولم میدن. ببینید مسعود صدرالاسلام مستقیما به خاطر اینکه اون موقع رئیس در واقع کمیته مبارزه با ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بود، جالبه قبل سیگار میفروخته، حالا بعدا مبارزه با مواد مخدر شده. ایشون و ثروت هنگفتی هم تو همین رابطه به دست آورد. کسیه که عامل ربودن همین رابطه لوینسون هست و خب متا اینا یک جا نبودن، جنایات بسیار بسیار زیادی همه اینها مرتکب شدن. من الان بخوام از کسانی که اون موقع بگم، ببینید الان علی عبداللهی، خب میبینید که این سرپرست زندان بود تو سال 67 در شمال، و در جنایتی که در شمال اتفاق افتاد در کشتار سال 67 ایشون نقش مستقیم داشت، علی عبداللهی علی آبادی. خب الان ایشون دستیار وزیر کشوره، در نشست‌های جهانی با سران کشورها شرکت میکنه، نمیدونم تحت عنوان سازمان‌های مردمی نمیدونم میره سوئیس، پاکستان، آلمان میره سخنرانی میکنه. یه مدتی عدتیش استاندار گیلان شد، استاندار سمنان شد، الان هم دستیار وزیر کشور، سرپرست پناهندگان افغانی در ایران هم هست. ببینید ایشون جنایات بسیار بسیار زیادی هم مرتکب شده. یه موقعی فرمانده لشکرش 16 قدس گیلان بود، بعد رئیس زندان نیروی رشت شد، بعد رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه شد، بعد رئیس اداره بازرسی سپاه شد، بعد جانشین فرمانده نیروی هوایی سپاه شد و بعد جانشین فرمانده نیروی انتظامی قالیباف شد. ایشون جانشین قالیباف بود، بعد مدتی هم سرپرست نیروی انتظامی بود بعد از اینکه قالیباف استعفا داد و احمدی مقدم شد فرمانده در واقع نیروی انتظامی. این آدم هم در رده های مختلف مرتکب جنایت شده. سردار خب رفیق بود اون سردار زاره که اون جنایات ریالی که مرتکب شد، اون همه اون فسادی که اون همه زنها رو می آوردن مجبور کرده بود جلوش لخت بشن و بعد به رکوع و سجده برن لخت.
بعد نماز بخونن. بله بله بعد نماز بخونن. و فیلم این رو هم خود حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این فیلم گرفت. ساعت ها فیلم بود. کجا رفت؟ چی شد؟ افراد رو میبینه در خیابون میبرن میکشن به جرم این که ندام این طرف فساد داشته. خب از این فساد بالاتر و این آدم علی عبداللهی علی آبادی که این همه جنایت مرتکب شده امروز خب به قول معروف بالاترین پست ها رو داره، چه سیاسی چه انتظامی، ولی در قفل هم دست داشته و این فقط یک نمونه نیست. ببینید من یه مقاله اخیرا نوشتم راجع به حمیدرضا نقاشیان به عنوان یکی اصلا نماد عینی حاکمیت فاسد در ایران. این حمید نقاشیان همونیه که اول انقلاب بغل دست خمینی با میسته همش سر محافظ خمینی هستش. این آدم اتفاقا در تروریسم بین‌المللی دست داشته و داره. کسیه که به قول خودش مشارکت کرده در انفجار رستوران خانسالار. من اینم بهتون بگم، ابتدا قرار بود که در سال 57 ابتدا قرار بود که حسین مظفر که در دولت خاتمی ایشون وزیر آموزش پرورش بود و الان نماینده مجلس از تهران هست و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشون این بمب رو ببره و اونجا بذاره. منتها چون حاضر نشده بود کراوات بزنه برای عادی سازی، این مسئولیت ازش گرفتن و خامنه ای به اعتراف حسین مظفر رد و فتح میکرد امور شرعی این نوع جنایات رو در سال قبل از انقلاب. حالا ایشون ارزم اینه که اونجا کمک کرده، بعد اومده مسئول پرونده فرغان شده، دستگیری فرغانی ها، بعدش مسئول حفاظت از گروگان‌های امریکایی بوده، بعد همراه با کروبی و اینها در مذاکره با تیم رونالد ریگان شرکت داشتن که گروگان‌ها رو دیر آزاد کنن که کارتر انتخاب نشه و اینها بندوبست بود که با جمهوری خواه کرده بودن، مذاکراتی که حالا اصلاش هم بیرون اومده. و بعد از اون ایشون معاونت وزارت اطلاعات رو داشته، در راه اندازی وزارت اطلاعات بوده، بعد به اول رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده و بعد توی خریدهای سپاه پاسداران همراه با رفیق دوست بوده و تو تسلیحات خریدهای قاچاق تسلیحات و اینا شرکت داشته، دستگیر شده در انگلستان، پرونده داشته، بعد اومده ایران ممنون خروج بوده، دزدی های نجومی کرده این آدم. آقای مستاقی ببخشید، کاترپیلار رو بالا کشید. آقای مستاقی ببخشید، وقت برنامه من تموم شده، دنباله این بحث رو من حتما دوست دارم که یعنی عده زیادی از همیهنان ما می نویسن. این افشاگری هایی که شما می کنید لازمه و من دلم می خواد که در دفعات آینده همینطور راجع به این آدم هایی که نقشای بسیار رذیلانه داشتن، جنایتکارانه داشتن، راجع به اینا صحبت بشه و یکی یکی اینا رو ما اسامیشون رو فاش بکنیم، افشاگری بکنیم و این کار به وسیله شما که رو این کار بسیار زحمت کشیدید برمیاد. خیلی سپاسگزارم، هفته آینده ادامه میدیم. سپاسگزار از شما. خیلی ممنون، متشکرم. خب همینان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده که فردا شب ساعت 8:30 شب به وقت لس آنجلس خواهد بود، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.